پایان ماه مبارک رمضان و برپایی گسترده نماز عید فطر با حضور میلیون نفر در تهران و با امامت مرشد کامل در مصلی تهران در این رابطه سخن خواهیم گفت. همچنین از دلایل مولوی عبدالحمید و رونمایی از ابر انسانهایی که قدرت بیناییشون از تلسکوپ و دوربین هم بالاتره، گویا ناسا هم سخت بعد از این صحبت ها به دنبال افرادی است که مولوی عبدالحمید به اون اشاره کرده و میخواییم در این رابطه هم سخن بگیم که چرا مولوی عید فطر رو در روز جمعه اعلام کرده. همچنین حامد اسماعیلیون هم از منچور کناری گیر کرد، حالا پولی نژاد مونده و حوزش، و از بدبختی مهناز افشار خواهیم گفت که به چه کارایی روی آورد. کلن از بدبختی های غرب خواهیم گفت. بریش براندازان در بداغون هم سخت خواهیم خندید. هم ریسک البته همیشه انجام میدیم، چیز جدیدی نداریم بالا. خب یا علی میگیم و میریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام هموطنان ما در باکو، تالش، نخجوان، سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، بحرین، عراق، القطیف، جنوب لبنان، بچون حوسی، شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا، اونایی که صدای ما رو میشنون. دوستان عزیز، عید فطر بر شما مبارک، طاعت و عبادتتون هم قبول درگاه احدیت. بالاخره این ماه پر خیر و برکت رمضان هم تمام شد، ماهی که در اون انسان ها مورد آزمون قرار میگیرن، اراده ها مورد محک قرار میگیره، جاییز که آدم باید پا روی نفسانیات خودش بذاره، چه از لحاظ خوردن، آشامیدن و چه دوری کردن از محرمات و سیئات و بدی ها و کلن گناهان. تبریک میگم به مؤمنین و مسلمانان عزیز که امسال هم این ماه پر خیر و برکت به پایان رسید. امیدوارم همه ما در امتحان الهی قبول بشیم و حال روز خوبی رو نزد اون باری تعالی داشته باشیم و ائمه هم بتونن ما رو شفاعت کنن. خب دوستان عزیز، امروز عید فطر، نماز عید فطر در تهران، در مصلی تهران، در شهرهای مختلف با حضور میلیون‌ها نفر برگزار شد. در تهران هم با امامت مرشد کامل، این پیر دانا، این شخص پارسا و با تقوا برگزار شد. نمیخوام به صحبت‌های ایشون بپردازم، فقط میخوام در مورد خیلی جمعیتی که اومدن امسال و به خصوص امسال، من سالا قبلم دنبال میکردم، امسال همه چیز متفاوت بود، گویی ملت ایران زیر شدیدترین ضربات تحریما، زیر شدیدترین ضربات رسانه‌ای، عزمشون رو جذب کردن که همه به صورت واحد بزنن تو دهن دشمنان و اونایی که چشم دیدن موفقیت، چشم دیدن ایران عزیز ما رو ندارن. خب من این فیلم پیدا کنم دوستان عزیز، در مورد خیلی جمعیتی که امسال اومده، اینو ببینیم با هم. عبادت و بندگی به امامت رهبر انقلاب به نماز عید سید فطر ایستادند تا پس از 3 سال تصاویر حضور از فراز مصلی. یه زمانی این شبکه کلمه وهابی، کلمه که خل حمیدم خیلی باش حشر و نشر داره، عکس یادگاری هم گرفتن که مشتی وهابی ان، مثل اون خدمتی عقیل هاشمی که ملازاده بهش میگفت عقیل بی عقل، میگفت اینا میرن عکسای 20 بهمن تابستون و بهار نشون میدن. بله ملازاده گفت نمیدونستم 20 بهمن تابستون و بهار هم ما داریم. حالا براندازان در بداغون، نه اینا میرن عکس فیلم ها گذشته، اون موقع جالبه گذشته هم میگفتن، اینا میرن فیلم های گذشته، معلومی گذشته کیه.
کور بشه چشمایی که قدرت دیدنی همه شکوه و همبستگی رو ندارن. بلق از اون حدقه بزنه بیرون. امام خمینی پایتخت به تاریخ دوم اردیبهشت 1402 ثبت بشه. به به، ماشاءالله ماشاءالله، دم مردم تهران گرم، گل کاشتن و از شهرهای سرتاسر این بله دوستان عزیز، گفتم این فیلم هم خدمت شما نشون بدم که نماز عید فطر هم مثل روز قدس، روز جهانی قدس، مثل 22 بهمن پرشکوه برگزار شد و پرشکوه تر از سالهای دیگه. عرض کردم ایرانیان تصمیم گرفتن که مشت محکمی بزنن تو دهن یاوه‌گویانی که به اسم ملت حرافی میکنن، به اسم ملت بیانیه میدن، به اسم ملت خواسته های شیطانی خودشون مطرح میکنن. ملت این چنین حرف میزنه دوستان عزیز. خب اما همونطوری که گفتم مولوی عبدالحمار گمالزاده روز جمعه رو ماه رمضان اعلام کرد، در صورتی که بر اساس حتی چی میگن حرکت ماه به دور زمین، یعنی مبتنی بر علم چی میدن اخترشناسی نجوم که ناسا اعلام کرده بود، اصلا در منطقه غرب آسیا نباید امکان این که ماه دیده بشه وجود نداشت. در آفریقا، در اروپا، در جنوب شرق آسیا روز جمعه امکان دیدن ماه وجود داشته، ولی در غرب آسیا این امکان وجود نداشته. اما از آنجایی که خلحمید خودشو زیر مجموعه حکومت وهابی سعودی تعریف میکنه و خاکسار و مزدبگیرش هم هست، سیاست های اون رو پیش میبره. حالا که میگه ما با سعودی ها آشتی کردیم، دوستان عزیز، آشتی کردن به معنای این نیست که طرف میاد همه ابزاراش زمین بذاره، مگر ما از دست از بچه های یمن بر میداریم که مثلا اینا دست از ابزارا خودشون بردارین؟ خلحمید یه ابزاری، البته ابزار حقیر بیمقداریه واسه سعودی ها، قطعا به این آسونی که نمیخوان از دستش بدن، ابزار فشار، مثلا به قول خودشون فشار، حالا یه هولکیه یا علیه میخواد، همون مردم بلوچستان دک پوزش میارن پایین. سیاست اینطور نیست. طرف به معنی که توافق کرد، آیا این توافق به جایی میرسه؟ آیا این به قول معروف به سرانجام میرسه؟ قطعا دشمنانی هستن که نمیخوان به سرانجام برسه، میان سنگ اندازی میکنن. کشورهای خارجی مثل سگونیسا که خیلی ناراحتن، یا یانکیای بی پدر و مادر تو این مسئله سنگ اندازی میکنن. پس کشورها نمیان دست خودشون رو خالی کنن بگن حالا که ما توافق کردیم بیا ابزار فشار اونم بذاری پایین. نه، پس خلحمید خودشو زیر مجموعه سعودیا تعریف کرده و اونا که عید و روز جمعه قرار دادن، این هم که در شرق ترین نقطه ایران، استان سیستان بلوچستان و طبیعتاً قسمت‌های غربی ایران به سعودی نزدیکتر، اونا باید زودتر ماهو میدیدن، ولی اون دیده. حالا چطور دیده؟ خودش توضیح میده. اولا ستاد استهلال عبدالجمال استهلال چاپ تا درب داغون زپرتی زیر مشکلو استهلال گفتن گزارش رصد هلال ماه شوال با عنایت به اینکه هلال ماه شوال در مناطق مختلفی توسط بسیاری از مردم رویت شده، بسیار، حالا گفتم توضیح میده چطور رویت شده، و شهادت آنها ثبت و مورد بررسی شرعی قرار گرفته است، لذا از لحاظ شرعی رویت ماه شوال ثابت است و از جمعه یکم شوال المحرم شوال مکرم
روز عید سعید فطر می باشد. خب این ستات استهلال عبدالحمار گمالزاده است دوستان عزیز. بعد گمالزاده میاد صحبت میکنه دوستان عزیز، ببین چی میگه. ما افراد حرفه‌ای داریم که در ما خیلی چشماشون تیزبین، حتی بهتر از تلسکوپ و دوربین چشم ماه میبینه، خیلی کارشون درست. خب چنان چشمی اینا کار میکنه که اینا از اون تلسکوپ ها و دوربین ها بهتر، یعنی بهتر از تلسکوپ هابل، تلسکوپ جیمز وب هم این ماه میتونه ببینه، چشماشون خیلی تیز بین جانه عبدالحمار، خیلی تیز بین تر میبینن اینها. آه اینطوری میبینه، این هم چشمای ستات استهلال عبدالحمار. بعد از صحبتهای عبدالحمار خلاصه گویا شنیده ها کیست که ناسا با ستاد استهلال عبدالحمار گمالزاده تماس گرفته و گفته که این افرادی که دارید که چشماشون از تلسکوپ خیلی بهتر میبینه کجان، ما این همه میلیاردها خرج میکنیم یه تلسکوپ هابلی جیمز وبی میفرستیم سالهای سال تو راهن تا برسه، بعد شما افرادتون خیلی چشماشون دوربینه، خب بیاید ما از اونها استفاده بکنیم واسه رصد کائنات و کهکشان ها و سیاهچاله های فضایی. و حالا بالاخره عبدالحمار قرار یک افراد در خدمت ناسا قرار بده. اما میخوام از درد زایمان یک گوریل بگم خدمت شما دوستان عزیز. درد کشیدن یک گوریله که موقعی که میخواد وضع حمل بکنه همچین صدا، همچین صدایی میده، جذابه. حالا ربطش با برنامه عبدالحمار گمالزاده چیه خودتون متوجه میشید دوستان عزیز، این خودتون متوجه میشید. میبینید یعنی دقیقا الان میخواد وضع حمل کنه دوستان عزیز، دیدید چه دردی میکشه گوریلا، خیلی خیلی درد میکشن بیچارا. بابا یکی به این خدمات پزشکی گوریلا میگن دامپزشکی ندارن، یه قابله ای ندارن بابا کمکش بکنن. بعد دوستان عزیز اینم از درد کشیدن گوریل در موقع زایمان بود دیگه. درد زایمان گوریل سخته میگن، گفتن سخت بود، من نمیدونستم ولی این فیلمو که دیدم متوجه سختی کار شدم. این صدایی که شنیدید این مربوط به درد زایمان گوریله. خب بسیاری از مردم بلوچستان از اعلام روز جمعه عبدالحمار گمالزاده هم پیروی نکردن، بخصوص مردم چابهار، و امروز هم مردم چابهار به صورت گسترده نماز عیدو برپا کردن دوستان عزیز. و یه توییتی میخوام نشون بدم، یک بلوچ توییت زده گفته که اهل سنتم ولی امروز به عشق ایشون روزه گرفتم. این مرشد کامل ما رو زمانی که تبعید بودن عکس مرشد ما رو گذاشتن. بله خیلی از بلوچ ها با عبدالحمار گمالزاده دوستان عزیز همراهی نکردن. این از این. خب حالا این درد زایمان گوریل اینا یه مقداری دوستان انرژی ما رو آورد پایین. بریم صدای اگزو زنبوری، صدای نبوغ ایرانی، دانش ایرانی، زمانی که در کنار هم قرار میگیرن با نیروی ایمان تولید آنچنان قدرتی میشه که دشمنان از شنیدن صداش وحشت میکنن، رم میکنن، فرار میکنن. بشنویم ای جونم اما خاتون بیرت سفت نزیک بی ای خاک در سرت زیبا کلام خرد کپوت تاج زاده نادرسای 70 عالم. بله دوستان عزیز اینم از این. آقا حامد گمالیون هم از شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران کنارگیری کرد. در تاریخ بنویسن 6 نفر بودن
برای تجزیه و نابودی ایران منشور همبستگی دادن، اما این 6 نفر نتونستن کوچکترین گزندی به ایران و نظام ایران وارد کنن و هر 6 تک تجزیه شدن و هر کدوم به سمتی رفتن. 16 کوزپت کنار گیری کرد، تجزیه شد. حامد گمالیون تجزیه شد. نازنین بنیادی مستراوشور اکانتشو بس، معلوم نیست، گویا فعلا داره با مسواک شخصیش داره مسترو و تام کروز میشکوره. فقط دل پولی نجات مونده و حوزش. بله دوستان، دل هم فقط مگر خودشو تجزیه کنه. مگر خودش از خودش کنار گیری کنه. دوستان عزیز، اینم چی میگن؟ 6 نفری که این توییتو مشترک دادن واسه نابودی ایران، کسانی که هدفشون ضربه زدن به ایران ماست، توییت زدن سال 2022 سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود، با سازماندهی و همبستگی سال 2023 سال پیروزی ملت ایران خواهد بود، سال تحقق آزادی و عدالت در ایران. هشتگ مهسا امینی، هشتگ ایران رو پس میگیریم، فکدراز، گمالیون، مستروشور، دل پولی نجات، خودشیفته، کوزپت. در تاریخ بنویسن که هر 6 دک تجزیه شدن، اما ایران ما همچنان ماند، همانطوری که بسیاری از مهاجمین در طول تاریخ به ایران ما حمله کردند، اما ایران ما آسیبی ندید، اما اون مهاجمین مثل یخ در طول تاریخ آب شدن، زوب شدن، به فنا رفتن، اما ایران و ایرانی باقی موند. اینو بنویسن در تاریخ که کشورهای غربی و ناتو با جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ رسانه‌ای و بهره گرفتن از مزدوران فارسی زبان کوشیدن تا ایران ما رو از بین ببرن، ولی ایران از تمامی موانع به سلامت عبور کرد و ایران ماند و دشمنان ایران به فنا رفتن. بله دوستان عزیز، اینم خواستم بگم در مورد منشور همبستگی برای نابودی ایران که ایران ماند و منشور نویسان به اسفل و سافلین رفتن، به فنا رفتن. خب این هم از این. یادتونه میگفتم خدای ایران سنگدلترین خداست برای خائنین و تن فروشان، برای دشمنان، برای اینکه هر کسی لگدی به این سرزمین پرتاب کرد، هر کسی کلوخی انداخت، خدا زد تو ملاجش، خار و زارش کرد. اینو ببینید، یکی از نشانه های صحت صحبت هایم، مهناز افشار بازیگر آنچنان خوبی هم نبود، اما نقش های آنچنانی، پرومود آنچنانی، تبلیغ دارو میکرد، داروهای تاریخ مصرف گذشته، تبلیغ چیزهای دیگه میکرد، پول پارو میکرد تو ایران، اما لگد انداخت، ناسپاسی کرد، بیشتر میخواست، قدشناس نبود. الان چیکار میکنه؟ الان داره تبلیغ چمدان میکنه. خدا اینطور میزنه تو ملاجد؟ فکر میکنید امثال علی کریمی فکدراز و حمید گمالزاده، گمال نجات، فکر میکنید وضعیت بهتر از این خواهند داشت؟ یه 4 روزی که پولاشون که تموم بشه به بدتر از این کارها هم روی میارن. نگاهی به سید محمد حسینی که رد داده به خوبی این مسئله رو نشون میده. بله دوستان عزیز، اینم آخر عاقبت کسانی که پشت به سرزمین کردن و ناسپاسی کردن و حرف بیگانگان زدن. برو چمدان عزیزان، بسیاری از این چمدان ها
خواستن، از کمپانی خواستن برای همه شما تخفیف بگذارن. با کد مهناز میتونید 20% تخفیف بگیرید. زن زندگی آزادی، چمدون زن زندگی آزادی. شما برید تبلیغ دیگه. ما همیشه گفتیم این مسائل سیاسی هم کاسبی نوندونیه واسه اینا. بله دوستان عزیز، نوندونی با خون جوانان ایرانی ارتزاق میکنن مثل کنه. ولی اینا آدمایی هستن، انسانهایی هستن که از خون انسانهای دیگه ارتزاق میکنن واسه بهبود زندگیشون، واسه پولدار شدن، واسه دیده شدن. اینم از چمدان زن زندگی آزادی و آخر شر شدن یک سلبریتی. دم ای خدا گرم نوکر تیم خدا که خیلی کار درسته، خیلی. خلع سلاح و اخراج احزاب کردی در شمال عراق. علیزاده اینه تذهبو عبدالله معتدی وینت روح عباس منصوران حالا به کجا؟ اونایی که نقشه واسه ایران ما میکشیدید. اشنویه سقوط کرد، جوان رود سقوط کرد، نمیدونم کجا سقوط کرد. دیدید که زدیم تو ملاجتون، دیدید که زیر ضربات موشکی و پهبادی قرار گرفتید. چی میخواستید و چی شد؟ هم زدیم تو ملاجتون، هم خونه خرابتون کردیم، هم باید جل پلاستون رو جمع کنید برید به یه جهنمی مثل توفاله‌های خلق که جمعشون کردیم فرستادیم خانه سالمندان آلبانی. باقی عمر نکبت بارشون بزن تو کیبورد، بعدم سقط میشن میرن به اسفل سافلین. شما هم همینه. روزنامه پرتیراژ حوالاتی، احتمالا همون همولایتی بوده، حالا به کردی نوشته حوالاتی، اقلیم کردستان عراق در گزارشی به نقل از منابع موثق دولتی از حضور هیئت بلندپایه اقلیم کردستان در اردوگاه های کومله و دموکرات با هدف مجاب کردن سران گروه به خلع سلاح و تخلیه اردوگاه و مقرها خبر داد. بابا ما بزرگتر از تو، شما رو بن سلمان و محمد منجل رو آوردیم به دست بوسی، ارباباشون یانکی ها رو اخراج کردیم، سگیونیست ها رو ایزوله و خفه کردیم. شما دیگه چه پخی هستید که بخوای به ایران ما آسیب برسونی؟ ما روز اول هم گفتیم این گربه داره با تومه بازی میکنه، الان میل خوردن و نابود کردنشو نداره. داریم حال میکنیم با اتون، داریم با تومه بازی میکنیم. الان هم دیدی چه کارتون کردیم؟ اخراج، تفنگاتونو گرفتیم، اخراجتون میکنیم. برید توی ناکجابا، توی کمپا آواره. دوران ضعف ما تمام شد، دوران آقایی و سروری این سرزمین رسیده. ما داریم در مورد هژمون مقاومت صحبت میکنیم. یه چهار تا موشمرگ و زیر پشگل و نمیدونم زیر مشکلو که نمیتونه واسه ایران قدرتمند ما آسیب برسونه. خاک تو سرت زیبا کلام الوات هفتاد عالم. قیافه مصطفی هجری و عبدالله معتدی دیدن داره. ابراهیم علیزاده کجا میخوای بری الان؟ نادرست کومله، کوملتون همه کومله‌دون تو هم درآوردیم. هیئتی از اقلیم کردستان عراق در مقرهای اصلی گروه های عضو در مرکز همکاری احزاب کردستانی کومله و دموکرات شده و از آن خواسته تا مقر و اردوگاه را تخلیه و سلاح‌هایشان را تحویل داده و به کمپ جدید در مرز استان موسل بردن. شما میبینید در اویو موسل هم، خب میدونید هم مرز با ترکیه، اصلا نزدیک مرز ایران هم نیست. هیئت خب این روزنامه نوشت در صورت عدم تابعیت گروه از این دستور، حکومت اقلیم با مشارکت دولت مرکزی عراق با توسل به نیروهای نظامی ناچار به استفاده از زور خواهد شد. خب تجزیه و خودمختاری میدیدید؟ حتی کمپای اون موشدونیایی هم که داشتید هم اخراج تو کردیم از اون موشدونیا. برید تو این دره ها و نمیدونم موسل و سمت ترکیه،
بخوایم از اونجا هم اخراجتون میکنیم. کجا دیگه میخواید برید؟ یه چهار تا موشمرگ این ور اون ور که نمیتونن به این شیر غرانی که تازه از خواب بیدار شده با رهبری مرشد دانای استراتژیست و آینده نگر مقابله کنه. گفتم این خبرم به اشتراک بذارم که دشمنان ما چطور دارن آخر شر میشن. خدا وکیلی این خدا رو حال نمی کنید شما ایرانیان، کیف نمی کنید. جاییم که ما ضعف داریم دوستان عزیز، این از بی ارزگی خودمونه، وگرنه خدا خیلی هوای این سرزمینه داره. این از بی لیاقتی خودمونه. ببین داره با دشمنامون چه کار میکنه، جمعهای شیش نفره شون رو از هم میپاشونه، موشمرگ ها رو چه کار میکنه، ارباباشون رو چه کار میکنه. ای قربون این خدا برم. بله دوستان عزیز، اینم از آخر شر شدن عذاب موشمرگ که اینا رویای نابودی ایران عزیز ما رو داشتن، ولی خود چون به اسفل و سافلین رفتن. قربونتون برم دوستان عزیز، برنامه امروز رو به پایان میدم. والا بلا تلا ای مردم خود تو شاهد، ایران ما شتابان داره به سمت فر و اقتدار میره، دشمنان ما هر روز زرارتر زلیلتر بدبختر. خودتون دیدید که مستروشور یه طرف، گمالیون یه طرف، کوزپد یه طرف، موشمرگا رو دیدید و ایران مثل بلدوزر داره موانع از سر را بر میداره. هی هلو بزن کنار زیر دست با لهنشی شهرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان. پیروز باشید.